سلام به کانال همگان با ورزش خوش آمدید. پیروزی بارسلونا در مستایا شاگردان آنچلوتی را مجبور میکند تا امشب تحت هر شرایط مایورکا را شکست دهند. بارسا با تیم پر از بازیکنان جوان شروعی امیدوار کننده داشت. لیورپول در اولین دیدار خود از لیگ برتر انگلیس با درخشش دیگو جوتا و محمد صلاح توانست اپیسویچ را با نتیجه 2-0 شکست دهد. جوتا و محمد صلاح در نیمه دوم گل‌های این بازی را به ثمر رساندند تا سرخ‌های آنفیلد با 3 امتیاز ارزشمند کار خود را در این فصل آغاز کنند. رئال مادرید حاضر نیست درباره ادر میلیتایو یا هیچ یک از بازیکنانش با باشگاه‌های عربستانی وارد مذاکره شود. الکای گوندوگان در تماس با مدیران منچستر سیتی اعلام کرده است که دوست دارد به این باشگاه برگردد. آرسنال در اولین هفته از لیگ برتر انگلیس با درخشش هارت و ساکا وولورهمپتون را با نتیجه 2-0 شکست داد. توپچی‌ها با این پیروزی نشان دادند که آماده رقابت در فصل جدید هستند. جیمز میلنر ستاره با تجربه برایتون پس از حضور در بازی دیشب تیمش صاحب یک رکورد شگفت‌انگیز شد. النصر قصد دارد بعد از شکست تحقیرآمیز برابر الهلال در سوپرجام عربستان تغییرات بزرگ را در تیم به وجود آورد. نیمار با آنکه تنها 5 بازی برای الهلال انجام داده است ولی 4 جام با این تیم در کارنامه دارد. در دیدار فینال سوپرکاپ آلمان با لیورکوزن و اشتوتگارت به مسافه هم رفتند و در نهایت در این بازی با لیورکوزن موفق شد در ضربات پنالتی پایان بازی به پیروزی برسد و جام قهرمانی را به دست بیاورد. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. رئال در اولین بازی فصل خود در لالیگا و در ورجگاهی که اخیراً کار دشوار در آن داشته حق لغزش ندارد. رئال میداند نباید از بارسلونای فلیک در هفته اول بازی عقب بیفتد و این فشار روی کهکشانی ها را بیشتر خواهد کرد. آبی اناری ها در شب نچندان خوبشان و در غیاب بیچاری از ستاره ها بلطف دبل لیواندوفسکی بر والنسیا غلبه کردند. مهاجم لهستانی در آخرین دقیقه وقت های تلف شده نیمه اول گلزنی کرد و پنالتی یک روی رافینیا در همان لحظات اولیه نیمه دوم رخداد را تبدیل به گل کرد. بارسلونا در شب برنده شد که نیمه از ترکیبش را بازیکنان جوان تشکیل میدادند و با دو بازیکن نیز برای اولین بار در لالیگا بازی رسید. برد 2-1 بارسا طبعا تیم کارلو آنچلوتی را در اولین بازی خود در لیگ مقابل مردان یاگوبا آراساته تحت فشار قرار میدهد. ریال با تمام بازیکنانش به جز ادواردو کومابینگا و داوید آلوبای مصدوم به مایورکا رفته است. سرمربی ایتالیایی بدون سورپرایز خاص بار دیگر مثلث تهاجمی امباپه وینیسیوس رودریگو را در اولین بازی مهاجم فرانسوی در لالیگا به زمین فرستاد. در دیگر نقاط زمین ولی ممکن است تغییرات در مقایسه با سوپرجام اروپا شاهد باشه. شروع ریال چطور خواهد بود؟ گوندوگان در فاصله سالهای 2016 تا 2023 پیراهن منچستر سیتی را بر تن داشت و توانست موفقیت‌های بسیار را به همراه این تیم به دست آورد که از جمله آنها کسب چند عنوان قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و همچنین قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بود. این بازیکن در پنجره نقل و انتقالات تابستانی سال گذشته و پس از پایان مهلت قراردادش با این باشگاه تصمیم گرفت که سیتی را ترک کند تا تجربه جدید را در دوران فوتبالش به دست آورد و راهی بارسلونا شد، اما شرایط مطابق تصورش نبود و او فصل چندان خوب را با این تیم سپری نکرد و در نهایت هم جام را به دست نیاورد. در روزهای گذشته شایعات زیاد مبنی بر جدایی او از بارسا در روزهای پیشرو و پیشنهادهایی که از چند باشگاه از جمله باشگاه‌های عربستانی به دست رسیده بود منتشر شده بود، اما روزنامه اسپورت روز گذشته فاش کرد که این ستاره آلمانی در گفتگویی که با سران بارسا داشته از آنها خواسته است که با جداییش موافقت کند. گوندوگان در فاصله چند ساعت پیش از شروع بازی برابر والنسیا در اولین هفته از فصل جدید رقابت‌های لالیگا از فهرست بارسا حذف شد تا این شایعات کاملا جدی به نظر برسند و باعث نگرانی هواداران بارسا شوند که علاقه زیاد به این بازیکن با تجربه دارند و حالا ادعای عجیب‌تر در این زمینه مطرح شده است. رادیو کاتالونیا خبر داده است که این بازیکن در روزهای گذشته با سران منچستر سیتی در تماس بوده و با آنها اعلام کرده که دوست دارد بار دیگر پیراهن این تیم را برتن کند. این باشگاه هم تمایل زیاده به بازگشت او و آغاز مذاکرات در این زمینه دارد و به نظر می‌رسد که این اتفاق تا پیش از بسته شدن پنجره تابستانی در پایان آگوست کاملا محتمل است و باید دید که شرایط با بارسا به چه شکل پیش خواهد رفت. اما هانسی فلیک سرمربی جدید بارسلونا انتظار دارد ستاره تیمش در این فصل هم بماند. این میلی پوش 33 ساله آلمانی در سال 2023 از منچستر سیتی به این تیم پیوست و در آخرین سال قرارداد خود با بارسا قرار دارد. گوندوگان یکی از پردرآمدترین بازیکنان این باشگاه است و رسانه‌های اسپانیایی گزارش می‌دهند که ممکن است او پس از وقت خدمت گرفتن دنی اولمو باشگاه را ترک کند. جیمز میلنر ستاره با تجربه برایتون پس از حضور در بازی دیشب تیمش صاحب یک رکورد شگفت‌انگیز شد. این هاوک با تجربه در پیروزی 3-0 برایتون مقابل اورتون از ابتدا در ترکیب قرار گرفت و عملکرد مطمئن و قابل اعتماد ارائه داد. این بازیکن 38 ساله به همراه یانکوبا مینته و مارس ویفر خریدهای تابستانی در خط میانی بازی کرد و نمایش خوبی در گودیسون پارک داشت و فابیان هرترزلر سرمربی جدید شروعی موفق در لیگ برتر داشته باشد. اما با وجود حضور چهره های جدید هیجان انگیز این میلنر بود که تیترها را به خود اختصاص داد، زیرا او بار دیگر در یک فصل جدید در لیگ برتر به میدان رفت.
او اولین بازی خود را در سال 2002 برای لیز یونایتد انجام داد، زمانی که سرمربی فعلی او تنها 9 سال داشت. حضور او در بازی روز شنبه به این معنا است که این بازیکن انگلیسی در 23 فصل متوالی در لیگ برتر بازی کرده است و رکورد رایان گیگز را که از سال 1992 تا 2013 ادامه داشت شکست. در این مدت او 635 بازی در لیگ برتر انجام داده است، از جمله 48 بازی برای لیز، 94 بازی برای نیوکاسل، 100 بازی برای آسون ویلا، 147 بازی برای منچستر سیتی و 230 بازی برای لیورپول. این بازیکن سابق تیم ملی انگلیس تاکنون 3 بار قهرمانی در لیگ برتر را به دست آورده است. آخرین بار با لیورپول در سال 2019-2020 پس از 2 بار قهرمانی با منچستر سیتی. میلنر تقریبا تمام جام‌های باشگاهی را به دست آورده است، به جز لیگ اروپا که در کابینه او که شامل 7 افتخار مختلف است وجود ندارد. با لیورپول او با یک عنوان لیگ برتر، لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اروپا، جام باشگاه‌های جهان، جام حذفی و جام اتحادیه و همچنین یک جام خیریه به دست آورد. او همچنین با منچستر سیتی یک عنوان لیگ برتر، جام خیریه و هر دو جام باشگاهی انگلیس را به دست آورد. النصر در سوپر جام عربستان برابر الهلال تحقیر شد. النصر با وجود آن که گل نخست را توسط کریستیانو رونالدو به ثمر رساند، اما در ادامه 4 گل دریافت کرد تا یک شکست دیگر را برابر الهلال تجربه کند. شکست سنگین برابر الهلال خشم هواداران النصر را برانگیخته است و آنها خواستار تغییرات اساسی در تیم شدند تا یک فصل بدون جام دیگر را تجربه نکنند. روزنامه سعودی اسپورت از تغییرات اساسی در النصر سخن به میان آورد و نوشت: شکست سنگین برابر الهلال تبعات برای النصر به دنبال خواهد داشت که مهمترین آنها اخراج کاسترو است. تغییر بزرگ دیگر در النصر جذب بازیکنان خارجی با کیفیت است. النصر اگر می‌خواهد که در فصل پیش رو رقابت را به الهلال واگذار نکند، باید در همه پست‌ها بازیکنان خارجی خوب و با کیفیت جذب کند، با ویژه در پست هافبک دفاعی که سخت نیاز به جذب یک بازیکن بزرگ و با کیفیت دارد. و اما النصر نیاز به جذب دو بازیکن زیر 21 سال خارجی دارد تا نیروی جوان را به تیم تزریق کند. کریستیانو رونالدو از این شکست سنگین بسیار عصبانی بود، تا جایی که حتی در مراسم توزیع مدال‌ها هم شرکت نکرد که این انتقادهای زیاد را به او به دنبال داشت. نیمار خرید بزرگ و پرسر و صدای فوتبال عربستان در تابستان سال قبل بود. این بازیکن بزرگ برزیلی با جدایی از پاریس سن ژرمن تصمیم گرفت راهی لیگ متحول شده عربستان برود تا پیراهن الهلال را بپوشد. نیمار در تیم جدیدش خیلی زود مصدوم شد و ماهاس خانه نشین شده است. با آنکه پیش بینی میشد الهلال با مصدومیت نیمار تضعیف شود، اما اصلا این اتفاق رخ نداد و او بپوشان یک فصل بدون شکست را در فوتبال عربستان پشت سر گذاشتند. نکته بسیار جالب درباره این بازیکن برزیلی این که او تنها در 5 بازی برای الهلال به میدان رفته است، اما 4 جام با این تیم در کارنامه دارد. الهلال در نبود نیمار یک جام دیگر را تجربه کرد. آبی پوشان در فینال سوپر جام با نتیجه 4-1 النصر را در هم کوبیدند و مقتدرانه قهرمان شدند. نیمار در حال بازگشت به میادین است. او به مرز آمادگی رسیده است و به احتمال خیلی زیاد بعد از هفته نخست لیگ حرفه‌ای عربستان بتواند تیمش را همراهی کند. در دیدار فینال سوپرکاپ آلمان با لیورکوزن و اشتوتگارت به مسافه هم رفتند و در نهایت در این بازی با لیورکوزن موفق شد در ضربات پنالتی پایان بازی به پیروزی برسد و جام قهرمانی را به دست بیاورد. این بازی در پایان 90 دقیقه با نتیجه تساوی 2-2 تمام شد و در ضربات پنالتی شاگردان جابی آلونسو موفق شدند با نتیجه 4-3 اشتوتگارت را شکست بدهند و قهرمان سوپرجام فوتبال آلمان بشوند. این جام سومین جام است که باشگاه با لیورکوزن در تاریخ خود به دست می‌آورد و جالب این که تمامی این 3 جام هم زیر نظر جابی آلونسو فتح شده است. جابی آلونسو به عنوان سرمربی با لیورکوزن موفق شد در فصل گذشته قهرمان بوندسلیگای آلمان و قهرمان جام حذفی آلمان شود. حالا با لیورکوزن فاتح سوپرجام آلمان نیست شده است و به این ترتیب آلونسو به عنوان سرمربی با لیورکوزن سه‌گانه فوتبال آلمان را به دست آورده است. مشخص است که آلونسو انگیزه زیاده دارد تا در فصل جدید هم قهرمانی های فصل قبل را تکرار کند و باید دید که اوضاع برای با لیورکوزن در فصل جدید چگونه پیش می‌رود. تیم او در 53 بازی اخیر فقط در فینال لیگ اروپا فصل قبل مقابل آتالانتا شکست خورده است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.